ارتشی که نه برای شخص میمیرد، اینو من باید تأکید کنم، نه خدا راضی است، نه احکام اسلام اجازه میده که ما بگیم ارتش ما یا نیروهای مسلح ما یا عناصر ما برای خاطر فلان آدم بمیرند. نه، برای خاطر اسلام بله همه بمیرن، فلان آدم هم برای خاطر اسلام بمیره، برای خاطر برافراشته نگه داشتن پرچم استقلال کشور که کشور اسلامی است، بله همه آماده باشن برای مردن در این راه که این مردن اسمش شهادته. این ارتش میشه ارتش الهی و معنوی، این میشه ارتش اسلامی. پس از انتشار سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع نیروهای مسلح، ضد انقلاب شبهه را بر سر زبان ها انداخت که چرا آیت الله خامنه ای پس از گذشت 3 دهه از انقلاب به یاد انتقاد از شعار جانم فدای رهبر افتاد. پیش از پرداختن به این موضوع، اعترافات سران و حکومت پهلوی را با هم می‌بینیم. که یه مملکتی با یه ارتش 550,000 نفری اون جوری بشور ارتش از بین بره، یعنی خب من حس می‌کردم که ممکنه خطری برای خود شاه و حتی نظام سلطنتی ایران باشه، ولی فکر نمی‌کردم که ارتش به این بزرگی قدرت و اجازه بده از دستش بره. هلیکوپتر که به بیش از 10 رفت آقای خامنه‌ای ایران آورد یکی از سوالای تاریخی هستش. رخیشون با ماشین رفت اونجا هم با هلیکوپتر برگشت. بعد اون ارتشی گرفته بودن دستشون دیگه، ارتشی نمانده بود. درجه که اون ارتش رو آوردن 9 ماه توی خیابونا گذاشتن که این خواهرهای زینب میرفتن گل میخک میزدن سر مسلسلاشون. به اصطلاح دولتی که مصممه که در مقابل اختشاش بیسته، نمیاره بدون عمل تو خیابون بذاره که ملت برن گل بزنن. ببینید این ارتش، ارتش ملی ترکیه نبود، این ارتش شاهنشاهی بود. روزی که شاهنشاه نبود دیگه این ارتش وجود نداشت. به همین دلیل بود که واقعا روانشاد زنده یاد صدیقی گفته بود شاه از مملکت نره، بعدی که شاه اون رأس هرم بود، این رأس که رفت همه چی رفت. ارتشی که نه برای شخص میمیرد، اینو من باید تأکید کنم، نه خدا راضی است، نه احکام اسلام اجازه میده که ما بگیم ارتش ما یا نیروهای مسلح ما یا عناصر ما برای خاطر فلان آدم بمیرند. نه، برای خاطر اسلام بله همه بمیرن، فلان آدم هم برای خاطر اسلام بمیره. اما سالها پیش رهبر معظم انقلاب در سخنانی این گونه واکنش خود را نسبت به شعار جانم فدای رهبر نشان داده و در مورد ارتش این گونه فرمودند: خود من در یکی از پادگان‌های تهران در اوایل انقلاب دیدم شعاری که آن بالا زده بودند این بود: ارتش برای شخص شاه است، نه برای ملت و مرزها و آرمان‌های ملی. اما حقیقت این است که ارتش هم مثل بقیه نهادهای ملی متعلق به ملت است، مال ملت و متشکل از ملت است. آحاد ارتش در هر روزگار بچه های این کشور و این مردم هست. اصلا هدف از تشکیل هر ارتشی دفاع از ملت و کشور و آرمانهای آن است، نه دفاع از یک شخص.